من اینه که به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام ما حق نداریم جفا بکنیم و برای توجیه ناکامی های خودمون تحریف بکنیم تاریخ رو. حالا من این رو به حساب بی سوادی در علم تاریخ نمیگذارم، یعنی در واقع توجیه کردن این گونه موارد هست که چطور موقعی که مذاکره میخواستید بکنید، موقعی که قدم کنار رودچی با جان کری میزدید، اونجا امام حسن و پیغمبر و امام حسین علیه السلام مطرح نبودن. موقع مذاکره بدتر بود، درس مذاکره از عاشورا میگرفتن. حالا الان باز یه خورده اومدن بهتر شد. کجا مبنای کارهای شما در این مذاکرات تو سیاست ها قرآن بوده است و سنت، که حالا وقتی نتیجه عکس گرفتید دشمن زیر همه قول و قرارش زد، میگید ما درس صلح و سازش از امام حسن علیه السلام، مذاکره از امام حسین علیه السلام یاد گرفتیم. اون وقت بعدن میاد واقعا جالبه، وقتی که برجام به اون صورت در میآید و دشمن به هیچ کدوم از تعهداتش عمل نمی کنه، وزیر خارجه میاد میگه که لئن شکرتم لعزیدن نکن و این کفرتم این عذابی لشدید، چون مخالفان برجام ناشکری کردند این اتفاق افتاد. این حرف یک سیاستمدار از که موقعی که عکس‌های خانوادگی با عرض کنم اون بندی شرمن وقیح که اونطوری مردم ما رو، مردم شریف ما رو تحقیر کرده بود، رد و بدل میکردید، اون موقع لئن شکردم و لئن کفرتم مطرح بود. حالا شد یک مسئله ای که ببینید، ما متاسفانه میبینیم که سیاسیون ما در توجیه کارها و ناکامی های خود این گونه عمل میکنن و دید و اطلاعات غلط هم به مردم داده میشود، که بنده به سهم خودم به عنوان یک خاک پای اهل بیت علیهم السلام احساس مسئولیت کردم که بیام از مظلومیت امام حسن علیه السلام دفاع بکنم، که امام اهل صلح و پیوندی که شما مطرح میکنید با دشمن نبود، بلکه اهل مقاومت در برابر دشمن قدار بود. ولی شما حق ندارید مردم شریف ما که اخیراً هم دیدید این عزیزان شهید ما از خانتومان اینا پیکر مقدسشون برگرد